القاسم محرم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما على مولانا حسن بن علي المجتبى وأخيه السيد الشهداء عليهم السلام اللات الداهمة على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خداوند متعال برای اثبات نبوت انبیاء عظام مخصوصا انبیایی که اولوالعزم هستند برای اثبات نبوت این بزرگواران در اختیارشون یک قدرت فوق العاده رو قرار داد، قدرت شگفت انگیز و عمل و کاری که دیگران از عهدهشون بر نمی اومد که اون کار انجام بدن و این اسمش گذاشته شد چی آقا جان؟ معجزه. معجزه از عجز، عجز یعنی ناتوانی، عدم قدرت بر انجام یک کاری. انبیاء الهی مخصوصا اولوالعزم اینها از اون معجزاتی به ورود کرده برای اثبات نبوت خودشون که هیچ کسی نتواند این برنامه را اجرا بکنه. حالا بعضی از انبیاء دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، کمتر، بیشتر معجزه داشتن و خیلی از این انبیاء الهی معجزاتشون مربوط به زمان خودشون بوده. یه بعد از زمان خودشون اون معجزه از بین رفته، مثل حضرت موسی. قرآن میفرماید و لو تسعت آیات حضرت قناسی و عصر موسی نه تا معجزه داشته. حالا نه تا معجزه، بدترین معجزه چی بوده که همه شما میدونید؟ عصا مینداخته اژدها میشه، دست زیر بغلش در می آورده، از کف دستش نور به طرف آسمان. دیده کمتر شما رو شدید به گوشون خورده، یعنی بیزا دستش رو میگرده زیر بغلش در می آورد، از دستش نور متصاعد می شود. یکی از معجزات موسی شد کمتر گوشتون خورده چی بود آقا جان؟ خون بود. خون یعنی چه آقا؟ خون یعنی کاسه آب و یاران موسی از تو رود نیل یا از تو رودخونه ها بر میدارن. آب بود، آب زلال و خوشمزه و خوشتم، هم کاسه رو یاران فرعون میگرفته میشه چی؟ میشه خون. در قرآن اومده این دم، در قرآن اومده. یکی از معجزات حضرت موسی اینی که وقت تخلف کردن تمام خونه هاشون قورباغه شد، وزق شد. نه تا معجزه داره، همش نمیخوام بگم، نه تا معجزه خداوند متعال داره حضرت موسی بیان فرموده. خب حضرت عیسی معجزه داشت. معجزه حضرت عیسی چی بود آقا جان؟ کور مادرزاد شفا میده. پیسی و برس را که مریضیه که هنوز که هنوزه نتونستن براش درمان پیدا بکنن حضرت عیسی درمان میکرد. حضرت عیسی درمان. این دو تا از کارهای برجسته حضرت عیسی. یکی از کارهای دیگه چی بود آقا جان؟ با گل میگرفت پرنده درست میکرد، میدمید، زنده پرواز میکرد، که این خفاش یادگاری حضرت عیسی است. در میان حیوانات هیچ حیوان پرنده تومه تویور، هیچ حیوان پرنده مثل انسان، مثل خفاش نیست، شبیه انسانه. هم بچه زاست، هم پسر داره، بچهشو شیر میده، خدمت شما از شبت پرواز میکنه، بیاده میشه نراش مثل ما نطفه داره، مادهاش مثل زنهای ما برنامه زنانگی دارن، شبیه ترین خدمت شما از شبت پرنده به انسان خفاشه. چرا؟ چون دستاز خود انسانه. هم خفاش درست میکرد، میدمید، پرواز میکرد. این هم یکی از ذات حضرت عیسی. حالا انبیاء دیگه هم حضرت نوح معجزه چی بود؟
اون که درست کرد. کشتی حضرت نو 400 متر ارتفاعش بود، 400 متر ارتفاعش بود، 40 متر عرضش بود، چون میخواست تا روی زمین جفتشون اونجا جا بده به یه کشتی که کوچولو کوچولو نشه، کشتی تایتا با اونم مجهز داری کشتی این دور زمانه پیش کشتی حضرت نو هیچ بوده. من یه سیدیم شما یه چیز میشنبیم جبرائیل امین نقشه برای شما گفت درست کن. قبل از حضرت نو هیچ کس نتونست رو کشتی درست کنه. پس یکی از معجزات برجسته حضرت نو چی بود آقا جان؟ کشتی بود. یکی معجزه دیگه چی بود؟ کی میتونه بگه؟ باران از بالا و زمین مدر آمد. هیچ معجزه دیگه پیغمبر هیچ همچه معجزه نمید. اینقدر آمد که تمام دنیا رو آب گرفت، تمام دنیا رو آب گرفت به از یه جا. کجا؟ کعبه. باری کعبه. این یه معجزه بزرگی بوده، هر کسی این کارو نکرده. نداریم دیگه ما، دوم نداره. اینا معجزات پیغمبران گذشته. حالا بیایم سر به صاحب امروز 28 صفر سال روز شهادت آقا رسول اکرم. من به دوستان میگم رهز نگی، پیغمبر ما رو شهید کردن. یا اون خدمت شما از شبر ران گوسفند مسموم زن یهودی آقا رو مریض کرد، یا اون دو نفر لعنتی ها عایشه و حفصه آقا رو مسموم کرد، که قول معتبر از امام صادق داریم که شهادت حضرت به توسط سمی بود که اینا حضرت بیمار شد، اینها درون شربت حضرت سم ریختن، زهر میسن ریختن. روایت معتبر ما داریم. من از ما معتقدیم. من به دوستان میگم نگید رهلت، نگید وفا. خودشون فرمود ما مبنا الا مسمومون و مکتوب. امام رضا فرمود دو تا، هم به امام حسن مشتبه فرمود، هم امام رضا دو تا معصوم بیان فرمود، ما مبنا الا مقتول و مسموم. هیچ یکی از ما نسیم، یا شهیدیم به زهر جفا، یا شهید شدیم به شمشیر دقا. ها؟ از پیغمبر هم جزء میشه که ما مبنا، یکی از ما نیست. خب مگر پیغمبر جزء 14 معصوم نیست؟ پس پیغمبر هم شهید کردن. ولی زن نگید رهلت، نگید وفا، بگید شهادت وجود اقدس و ناظر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. آله محمد عجل فرجهم. خب پیغمبر ما هم برای اثبات نبوت خودش اجدلم معجزه نشون داد، معجزه متعدد. در بعضی از نقل ها داریم پیغمبر ما را تو رندش کردن 4444 معجزه داره. تا رو کشید نخورده و هم چه دادی؟ 4444 تا معجزه دارد. خیلی هاشون توی کتاب های ما اومده، معجزات حضرت تقسیم میشه، معجزات مقطعی و معجزات جاویدان. یه معجزه جاویدان پیغمبر ما دیگه همتون میدونید چی آقا جان؟ قرآن. دیگه همتون میدونید دیگه. اما یه سری معجزات پیغمبر داشت مقطعی، باز توی معجزات مقطعی یه سری معجزات معنوی بوده، مثل اخلاق کریمه خود پیغمبر، انک لعلی خلق عظیم. تمام بزرگان، تمام مورخین میگن اخلاق پیغمبر معجزه بوده، اعجاز پیغمبر. هیچ پیغمبری مثل پیغمبر ما نبوده، اخلاق خود پیغمبر معجزه بوده. و این اعجاز، اعجاز چی آجا؟ معنویه. کرامت حضرت، ادب حضرت، سخاوت حضرت، شجاعت حضرت، برو الی آخر، عبادت حضرت، هر چی میخوای بگی برو جلو. اضافه خوب بگی شما در وجود اقدس آقا رسول اکرم علیه آلاف و طیبه طهور پیدا کرده. پس میشه معجزات چی آقا؟ معنوی. یه سری معجزی بوده، حسی، یعنی مردم میدیدن با چشم خودشون میدیدن، صفت قطر و صفت خدمت سوال سوال جود و سخایت درونیه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش با دشمن. نتیجهش اینکه به فقرا کمک میکنیم. و نظام اون شجاعت، سخاوت و امثال اینا، غیرت و چیزای درونیه، اون آثارش برونه. اما یه سری معجزات حضرت معجزات حسی بوده،
یعنی همه میدیدن حسی حضرت که همه میدیدن، بعضیش آسمانی بوده، اکثرش هم زمین. آسمانی چی بوده آقا جان؟ اونی که همه بلدی چی آقا جان بگید شما؟ شرق القمر. شرق القمر آسمانی بوده. یکی چی آقا جان؟ رد و شمس. خورشید حضرت برگردوندن. الان داستان مفصل نمیخوام وارد اون مسئله بشم. خورشید حضرت برگردوندن. این شد آسمان. یه سری از معجزات حضرت زمینی بوده. زمینی بوده. مردم مشاهده. انواع و اقسام معجزات دیگه. بیشتر معجزات پیغمبر که عددش حالش هست معجزات زمینی بوده. مشرکین، کفار، خود دوستان میومدن اجازه میخواستن. در یه رقم داریم که تمام اعضای پیغمبر مؤمنین معجزه کرده، یعنی زبان پیغمبر معجزه کرده، آب دهن چشم پیغمبر معجزه کرده، دست پیغمبر معجزه کرده، قلم پیغمبر معجزه کرده، آب وضوی پیغمبر معجزه کرده، انگشت پیغمبر معجزه کرده. اما اقسام معجزه نقل شده. از جمله نقل میکنن اصحاب میگن یه بار با پیغمبر اکرم داشتیم سفر میرم، چون میده پیغمبر ما دائما در کجا بود؟ آقا در سفر بود. من به خدا جنگ داشتن که 72 تو جنگ کردن. جنگ ها تو خونه که نبوده، میرفتن صدها کیلومتر 50 کیلومتر میرفتن برای خاطر اینکه برسن به دشمن مبارزه بکنن. چون اگر مدینه مکه بریم میدن خندق کجاست، احد کجاست، همین بیرون شهر بوده. مدینه کردن که بزرگ هست که اونقدر نبوده که مدینه هم مثل یه روستای اطراف گردان بوده، اینقدر مفصل و بزرگ که نبوده. از شهر میرفتن بیرون. یکی از اصحاب میگه وقت نماز شد، رسیدیم یه جایی هر چی گشتیم که آب پیدا بکنیم برای وضو گرفتن آب نبود. پیغمبر فرمودن یه دونه ظرف بیارید. ما یه دونه ظرف آوردیم خدمت پیغمبر. آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شب از هم یالا قرار داد ببینید با خودتون حد اقل 1000 تا، اگر تونیسی 10000 تا تو شب سلامات بفرست هدیه کن به پیغمبر تو آقا رسول الله اکرم. الله بیکار نباشید تا شب. پشت ماشینی تو صف نونوایی هستی، داری بری خونه، تعطیل هم که هستی تو خونه نشستی، تلویزیون داری نگاه می‌کنی، می‌خوای بری امامزاده عبدالله، تسبیح دستت باشه، اگر تربت هم بود بهتر، من تاکید دارم می‌کنم به تسبیحای پلاستیکی رو بذارید کنار، تسبیحای تربت دستتون بگیرید بهتره. دستور اهلی ما تسبیح پلاستیکی نداریم، تسبیح صدتایی نداریم، اونا رو تو دستتون بگیرید. تا شب سعی کنید حداقل 1000 تا، حد اکثر 10000 تا ذکر شریف و صلوات بر محمد بفرستید. فرمودن ظرفی بیادی، ظرفی رو بردن وجود صاحب دست مبارکش رو گوشن تو ظرف. راوی میگه همه دیدیم از انگشتان پیغمبر آب شروع کرد به جوشیدن. تمام اصحابی که با حضرت دارن خود جنگ داشتن، یه نفر دو نفر که نبودن، تمام اصحاب این آبی که از انگشتان پیغمبر میمد وضو گرفتن. مرد داشت میرفت، حضرت صدا زد بیا اینجا کارت دارم. اون مرد اومد گفت من به من ایمان بیار. گفت به چیزی تو ایمان بیارم؟ گفت من پیغمبر خدا هستم. گفت به چه دلیل؟ گفت به دلیل اینه که تو رفتی صحرا دام گذاشتی، یه دونه سوسمار گرفتی، الان سوسمار تو آسیرته. خب کسی خبر نداشت که رفته صحرا سوسمار گرفته در از پیغمبر ما. گفت راست میگی تو، راست میگی، باریکلا باریکلا. چی بهت خبر داد؟ گفت که یکی اومده اونجایی که من داشتم سوسمار گرفتم، یکی دیده. آقا فهمید من از غیب خبر دارم. مردی یعنی شل شد ولی سختش بود ایمان بیاره. بخواست دست از دینش آینش برداره. کفر بود دیگه، مشرک بود دیگه، ولی بخواست دست از دینش برداره. خلاصون به دینه پرست بودم دیگه. آقا فرمود اگر یه چیز دیگه نشونه بدم ایمان بیاری. گفت چیه؟ گفت اگر همین سوسماری که توی آسین گذاشتی میخوای بری زور نهار بخوری، چون اونا اونا میخوردن دیگه، از ژاپنی اینا سوس میخورن، سوسمار میخورن، مار میخورن، اون موقع میخوردن. ما میگیم ماره مردم ملخور علق، ملخ که خیلی خوبه، الان که سوسمار خوره، الان که همه چیز میخورن، سوس میخورن، سوس. الان اخیراً میدونید دانشمندا شیر سوس درست کردن، شیر سوس گیرون نرمست بگیم، شیر سوس از سوس شیر گرفتن.
آدم زیادی هم ولش کنی با خدا و اهل بیت نباشه اینجوری میشه. بگذرم حسدتون نکنم. آقا فرمود اگر این سوسمار شهادت بده من پیغمبر خدا هستم ایمان میاری؟ او سوسمار گفت او سوسمار مگه حرف میزنه؟ گفت خب تو چیکار کردی؟ اگه حرف بزنه ایمان میاری؟ گفت بله. حضرت خطاب کرد به سوسمار رو ای حضرت تکلم به اذن الله، ای سوسمار به امر پروردگار به سخن در آ. خب ما معتقدیم تمام حیوانات حرف میزنن. آقا جان الان یه نفر اینکه حرف بزنه شما نفهمی بتونی بگه حرف نمیزنی؟ نه حرف میزنی، شما متوجه میشی. الان رفت عراق عرامای عربی حرف میزنن، شما متوجه نمیشی بتونی بگه حرف نمیزنی؟ تمام حیوانات حرف میزنن. جالبه بدونید یه مرد عرب اومده خدمت پیغمبر چند تا سوال کرده، میگه یا رسول الله از شما سوال کنم. حضرت میگه از این پسرم بپرس، پسر کوچیکم بپرس، نوه کوچیکم. از امام حسین سوال میکنه. تو این روایت عبدالله بن حسین بیش از 50 حیوان رو عربه نام میبره. آقا عبدالله صداشو ترجمه میکنه. از چی میگه؟ خروس چی میگه؟ بوق چی میگه؟ باز چی میگه؟ نمیدونم کب چی میگه؟ بندرچی چی میگه؟ مار چی میگه؟ یکی یکی 50 اسم حیوانات رو میبره و از یکی یکی صدای حیوانات رو ترجمه میکنه. نه هم زنم ما نمیفهمیم با علمنا منطقت تایی. اگر منطقت تایی که نمون که امام نفهمد علمنا، ما یادشون داریم زبان حیوانات رو، حیوانات حرف میزنن. حضرت خطاب کرد به این حیوان زامسه، فرمود به اذن پروردگار و معجزه من به سخن درآ. مهر سکوت از زبان حیوان برداشت شد و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله قال محمد عجل فرجا. بلا فاصله مرد عرب ایمان آورد. خیلی از پیغمبر سر معجزه و اخلاق سر خودش، خیلی از سر معجزه حضرت مسلمون کرد. ابو جهل با لاتروتای محله شما پیش پیغمبر می‌خواستم پیغمبر رو اذیت کنم. گفت یا رسول الله تو میگه پیغمبر بره پیغمبر پیغمبره. گفت یه معجزه ازت می‌خوام. چی می‌خوای ابو جهل؟ میدونم ایمان نمیاری ولی من از نوع وظیفه انجام دادم. چی می‌خوای؟ گفت اگر راست میگی اون درخت تنومند اون با قسمت، و اگر راست میگی اون درخت از ریشه کنده میشه به جلو بیا تو شما. حضرت سرش رو به طرف آزمون کنه که تو خدای میدونی ابو جهل چی می‌خواد، تو خودت آگاهی. این درخت از جاش کنده میشه بیاد شما. درخت از جا که شد حرکت، درخت بزرگ ریشه ها عمیق از جا کنده شد که راوی یک صدای مهیبی بلند شد. وقتی درخت میخواد از ریشه در بیاد صدای سنگین و سنگینی بلند شد. آقا درخت حرکت کرد اومد جلوی مقابله برای شد. ابوجه یه خنده کرد و مسخره‌آمیز استهزا. نه این جمعه رفیقاش خیلی شد دیگه. اگر راست میگی بگو این درخته از وسط نصف بشه، نصفش اینجا ببینه، نصفش ببینه سر جاش. باز حضرت خیلی خدا میدونه ابو جهل چی میکنه. برای خاطر که ثابت بشه و حجت تمام بشه این از وسط نصفش کن و ثابت یکیش اینجا ببینه، نصفش نصفش ببینه سر جاش. کاری نداره نگاه دا کل شیعن قدیم دیگه باور داریم ما این حرفو. درخت از وسط نشد، نصفش مون نصفش نصف. باز دید خیلی شد رو برفت. گفت حالا اسم آقا رو بگو. یا رسول الله میشه بگه یکی دیگه شما به سرجاش میشه مثل اولش با آکد رفت سرجاش. بعد آخر سر خبیس لعنتی جو عجب تو جادوگری هستی دم شش بنده میکنی. وقتی قلب سیاه باشه اینجوریه. یاد داره سنگ ریزه در دست پیغمبر سخن گفته. طرف اومد معذر پیغمبر کش امام زمان الان چی کار کرد یا جان اومد خدمت پیغمبر عزیز شه رسول الله قربونت بشم چام خوش شده میخوام نخلا رو آب بدم چا آب نداره. آقا جان بیا یه بزرگواری کن شما یه محبت کن. بعدن بالای چای مرد عرب آب دهان مبارکش رو ریختن تو چا تا ریختن تو چای چا چا فبران بزن اومد بالا. من خواهد یه سلامت بفرستی؟ خب این پیغمبر ما اینجوری بود اما قدرش رو دونستن؟ خاکستر به سرش کرده شکم به رو سرش نده دندان مبارک شکم راشی به همینا قناعت میکردم. یه روز خدیجه کبرا تو خونه نشستم هرچی بودم ده خواه رسول اکرم داشته بود کنیزا
مسیحاشو فرستاد کن برید ببینید رسول خدا کجا چرا نیمده دل میگم کنیزا رفت در و برگشت گفتن خیشه چه نشستی و چی شده گفت کفار و مرش مشرکین امامه به گردن آقا انداختن اینقدر پیغمبر رو توی سرگا کشد اینقدر آقا رو به زمین به گرم مکه کشد تمام سر و زورت و بدن پیغمبر خونی بالی شده آخه زدیجه کورا چادر افت و عزت بزن گرم اومد تو کوچه های مکه در حال همراهش آب برداشته بود چیز دیگه که لازم بود و هی میگو یا محمد یا محمد اومد اومد از مکه اومد دونه میپرسی محمد کجا رفته بعضی هم میگفتن این بر رفته این بر برده آمد آمد بالای کوه اطراف مکه دید آقا اینقدر خون از بدنش رفته بیاره سر رسول خدا رو به دامن گرفت جلوگر گریه کردن اشک چشم خدیجه رو صورت مقاری چشمان مبارک باز کرد ببینه سرش رو دامن خدیجه کبرا در حق این همسر با وفا دعا کرد یا الله مثل امروزم آقشماش بسته بود بر اثر زر اما یک دفعه ببینه سینه سنگین شد مستحب به کسی که داره از دنیا میره حالت انتظار داره رو سینه سبک باشه میگن پتو لباسا رو در میانی اما پیغمبر اکرم دم دیتی سینه سنگین شد چشما رو باز کرد ببینه حسن حسین و علم و سینه پیغمبر داره زار زار گریه می کنه ام زلمه میگه آمدم حسن این رو از رو سینه پیغمبر برداره رسول خدا اذیت نشه یه دفعه دیدم پیغمبر دست انداخت کردن امام مشتبه و حسین صدا زد ام زلمه بذار عزیزانم باشه میخوام لحظه آخر حسن و حسین بذار عرضه بذارم یا رسول الله اینجا حاضر نشدی نازدان آخر رو سیرت بلند کجا بودی اون زمانی که امام مشتبه صدا زد خواهرم زینب آخ زشتی میارن در برم خواهر خواهر شد پاره پاره جگره کجا بودی یا رسول الله اون زمانی که چشم زینب بیامده ببین سر مولده یا حسین تو تنگ تنگ آخی یزید با چوب خیر